شام بچه ها گفتیم چک دیگه اینجا دارم کاره همیست ولی با ساخت میده هسته نباشه تهما نداری؟ داریم همینجا؟ عمده هم میفروشی یا نه؟ نه ما هم دونه یه دونه شونه میفروشیم یعنی یه ماه شما 43 تومن میفروشی؟ یه ماه نه نزدیک تقریبا بکنم 20 روزی میشه باشه باشه نوری من بیرون باشه 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 فاکتور بهشون میدن فاکتور 29 تومانی میدن 2000 تومان هم زیر میزی میدن 2000 تومان هم خارج از اون میدن الان یکی از بازنس های سازمان صنعت معدن تجارت اومدن داخل خرید سوری کردن تخم مرغ رو چند دادن به شما؟ سورتش کردم توی دو وضعیت 46800 و 48000 تومان 43 تومن بعد بدن اونجوری که من دارم بله 43000 پس اینا که عمده فروش هم با قیمت عمده فروش هم باید کم 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 آقا چرا قد بالا؟ یه نفر میتونه گرون فروش باشه 30 نفر که نمیتونن گرون فروش باشن اون مغازه اون رو برو اون مغازه پایین 30 تا دیگه هم هستن من میتونم گرون فروش کنم اون که نمیتونه شما فاکتور خرید دارید؟ کسی به من فاکتور خرید میده؟ یکی 30 نفر تو فروشی اینجا عمده فروشیه شما یک به یکش رو برید اگه یه نفر فاکتور خرید داشت خب منو به جای 10 منیو 100 منیو جایی شما اگه عمده فروشیست ببخش من برم باید کالاتو با فاکتور بخرید اونی که بهت میده توجه داری باید ازش فاکتور بگیری میگی فاکتور نگرفتم تراکنشی که بهش پرداخت کردی مشخصه حساب کتاب رو مشخصه ببین اطلاعاتی باید بدی که خودتو تبرئه بکنی من یه سوال میکنم اگر این صورت نمیتونی شیفت کنی به کسی که ناشناخته است مگر اینکه اطلاعات اون شخص رو بدی ما همینطور که اومدیم دنبال شما بریم دنبال اون پیگیری بکنیم بالاخره حلقه گران فروش رو برخورد داشت بابا مشکل جای دیگه است اصلا مشکل ببین از همون پایه اولشه مصوب داره این کالا برای شما تشکیل پرونده میشه چون قیمت مصوب داره من قبلا هم توضیح دادم گران خریدن مجوزی برای گران فروشی نیست در خصوص کالاهایی که قیمت مصوب داره الان کالایی که شما دارید عرضه میکنید قیمت مصوب یا باید برای اثبات ادعای خودتون که قیمت بالاتر خریدید مدارک و مستند مدارک و مستندات معتبری رو ارائه بدید اگر هم نتونید این کار رو انجام بدید قانون با شما برخورد تمام واحدهای تولیدی در دستور نظارت خدمت شما عرض کنم گشت های مشترک سازمان تجهیزات کمکی در کل کشور قرار داره و همکاران ما در سایر استان ها این ماموریت رو انجام میدن در کنار سایر مراجع نظارتی ساده ترین راه اینه که از تعذیرات و از استانداری و از نظارت بیان اینجا که نزدیک توی این خیابه و دستشون به منه توضیح کننده که شیشونیم صبح در مغازه ها گم میکنم برای یه کارتون تخمرغ 250000 تومانی میخوام 5000 تومان بگیرم جریمه ای رو بنویسه که بالغ بر 30 میلیون تومنه و من رضایت ندارم خدا را به سر شاهد میگیرم همین الان بهم اجازه دادن کرکره مغازه ما میارم پایین میرم دنبال زندگیم به فلاح قسم هیچ تخلفی خدمت شما اینو عرض کردم خیلی ساده و کوتاه بگم اگر توی خیابونی که 30 تا عمده فروش هستن عین 30 تاشون یه کالایی رو به یه قیمت میفروشن و 30 تاشون میگن آقا فاکتور نداریم این خیلی ساده است که برو آقا جای دیگه مشکل است اصلا خیلی سخت نیست من میخوام پیچیده و سختش بکنم من میخوام یه کاری بکنم بگم آقا رفتم امرو وظیفه‌مو انجام دادم به قرآن اگر اینجوری باشه شما الان مرغ رو به ما میخوان بدن دولتی که 20 تومن ما هم که 20 عرضه میکنیم ولی 3 روز ماشین من باید بره بخوابه تو سرخونه یه فضایی درست میکنه که اینا رو به دزدی میکنن خوشحال خدا خیرش به رئیس جمهور دستور صراحت توسط مخفی دستور داده بسیج وارد قضیه بشه ولی عیز کار به بسیج نمیدن خب قیمتش 31 تومن تابلو زدی ما رسمیه روزه گذشته همجوری بوده؟ امروز هم اینجوری بوده حالا روزه گذشته من نمیتونم چیزی بگم ولی امروز این بوده نه روزه گذشته هم مرغ کافی بود؟ مرغ بودش ولی کافی هم کم ها روی واحد صرفی شما قطعاً تشدید میشه چون شما الان نرخی که اعلام کردی 31000 تومان روی تابلو هست اما از چند تا مشتریتون که در کنار مغازتون حضور داشتن و ما اعلام کردن نیم ساعت قبل یا یک ساعت قبل
بالاتر از 31000 تومان. من کجا میدونستم؟ ما بازرسی به صورت غیر محسوس رو در خصوص واحد سنفی شما حتما در نظر میگیریم تا مشخص بشه که آیا قیمتی که هست. نه این بچه شما دیگه فیلر نمیشه. کلا همش 200. آره چه نوه در واقع برنامه‌ریزی برای تحقق این موضوع و دستور کار تنظیم بازار استان بود. خوشبختانه ما در مورد موضوع ناس آماده‌ای بسیار خوبی انجام شده و الان هم داره نظارت میشه که اینا رعایت بشه. در مورد کالای لبنی همچون کارخونجات دارن لیبل قیمت میزنن، اونا هم الان به شدت تحت کنترل دوستانمون در سازمان صنعت معدن دستگاه نظارتی هستن. یه مقدار در مورد مرغ و تخم‌مرغ نگرانی داریم به خاطر اینکه استان تولید کننده اصلی در موضوع مرغ نیست. حدود 95-96% از مرغ استان تهران داره از استانهای همجوار وارد استان میشه. امروز با دوستانمون در صدا تنظیم بازار استان در سطح شهر حضور پیدا کردیم. تقسیم بندی بسیار خوبی انجام شده و گروه های کاری بازرسی از سطح شهر در 22 منطقه شهر تهران شکل گرفته و انشالله از امروز مرتب پایش میکنن مناطق 22 گانه شهر تهران رو. با توجه به قیمتی که اخیراً در مورد مرغ و مرغ اعلام شده و قیمتی بوده که مورد تایید خود انجمن تولید کنندگان مرغ و مرغ است، به نظر میرسه که ما با سرعت بیشتری بتونیم برسیم به همون قیمت مصوب. قیمت قبلی مرغ مصوب 24900 بود. تولید کنندگان مرغ این قیمت رو خب بند نمی‌تافتن و کمک نکردن به اینکه عرضه مرغ به حد مکفی در شهر تهران داشته باشیم. اما این قیمت جدیدی که با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور تعیین شده مورد تایید دوستانمون در شبکه تولید مرغ هم هست و من فکر می‌کنم ظرف روزهای آینده به یک ثبات معمولی در دو تا قلم به مرغ و تخم مرغ برسیم. آره می‌دونم.